لزوم تحصیل در میان مسلمانان هند یک مسئله جدی و حیاتی به شمار می رود و در حالی که نرخ باسوادی در میان مسلمانان نمودار سعودی را نشان می دهد اما ترک تحصیلات در مقاطع عالی یک مشکل عمده در میان جامعه مسلمانان است که دلایل گوناگونی و برای حل آن لازم است اقدام های مؤثری صورت پذیرد همکارم در گزارش خود به بررسی این معضل در میان مسلمانان هند و راهکارهای حل آن پرداخته که با همان را میبینیم از آنجایی که تحصیلات ارتباط مستقیمی با سطح درآمد انسانها دارد و سطح اقتصادی به اشتغال و تولید ثروت وابسته است دور باطلی در هند ایجاد شده است که مسلمانان در سراسر این کشور در آن گرفتار شدهاند وضعیت نامناسب اجتماعی و اقتصادی مسلمانان دلیل اصلی وضعیت تحصیلی پایین آنان در هند است از طرفی دولت حاکم حزب بارت یا جاناتا به رهبری نارند رامودی که از سال 2014 قدرت را در این کشور در دست گرفته تمام تلاش خویش را برای به حاشیه راندن و انزوای جامعه مسلمانان هند و ناکارآمد نمودن آنان در تمام زمینه ها به کار بسته است ارزیابی وضعیت تحصیلی در میان مسلمانان هند که در سال 2014 انجام شد نشان می دهد که آنها در مقاطع تحصیلی متوسطه و بالاتر نرخ ترک تحصیل بیشتری دارند. مسئله هجاب و موانع فراروی آن از سوی مراکز دولتی برای دختران مسلمان به ویژه در مقاطع تحصیلی بالا از جمله مسائلی است که مانع ادامه تحصیل آنان شده و از رسیدن زنان به مشاغل مناسب جلوگیری می‌کند. برای حل مسئله ترک تحصیل در میان دانشیان مسلمان طرحها و برنامه هایی در هند وجود دارد که مسلمانان می توانند در شرایط برابر همانند سایر پیروان دیگر ادیان و مذاهب در هند از آن استفاده نمایند و باید تلاش شود که جامعه مسلمان هند نسبت به این برنامه ها آگاهی بیشتری پیدا کند. راه پیش روی جامعه مسلمانان هند این است که در تمام نقاط کشور با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش و مراکز دولتی زیربت اقدام به ثبت سازمانهای غیر دولتی کنند و این طرحها را در مناطقی که مسلمانان تجمع بیشتری دارند اجرا کنند این اقدام ها میتواند شامل فراهم کردن امکانات آموزشی بهتر در مجاورت مناطقی باشد که جمعیت مسلمانان در آن نقاط قابل توجه است. رهبران مسلمان یعنی روحانیون، افراد نیکوکار، سازمان های غیردولتی لازم است برای مقابله با این چالش وارد عمل شوند. خوشبختانه سازمان های غیر دولتی زیادی برای بهبود استانداردهای آموزشی مسلمانان در هند در حال ظهور هستند مسلمانان هند به این واقعیت دست یافتند که آموزش کلید پیشرفت جامعه مسلمان در هند است لذا اقدام های برای این هدف در سطوح پای آغاز شده و شکی نیست که این مسیر طولانی است و اگر مسلمانان میخواهند در هند با عزت زندگی کنند این تنها راه پیش روی آنان است برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای شیخ مصطفا ادیب هندی وکیل آیت الله لزما شیرازی در هند از لکنو همراه ما هستند حاجا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون به نظر شما آیا شرایط برابری برای مسلمانان هند برای تحصیل و کسب شغل و درآمد مناسب و وجود داره سلام علیکم و رحمت الله و برکاته من هم خدمت شما عرض عدد دارم در مورد این سوال باید گفته شود که از لحاظ دولتی و عمار دولتی و طرح دولت مشکلی نیست هر کسی که به هر دینی یا هر مذهبی در هند باشد می از اینها این اقدامات و این طرح ها استفاده کند ولی متاسفانه متاسفانه خیلی از مسلمانان خصوصا اون کسانی که در سطح پایین زندگی می کند. از این برنامه ها اصلا خبر ندارد. و اگر خبر داشته باشند می توانند بهتر رو کرد و داشته باشند ما در سطح پایین تحصیلات کلاس های ش... مثلا کلاس های ابتدایی یا متوسطه آمار مسلمانان در در سطح مدارس خیلی بالاست ولی وقتی می با... بالاتر یعنی تعلیمات بیشتری و تحصیلات آکادمیک و اینها همچنین میاد پایین لذا لازم, لازم است از این طرح استفاده بشه و این درها لازم هست که اولا با خبر بشند و اون شرایطی خاصی که داره مداری که لازم داره با اولی وقتا مداری کامل نیست گاهی وقتا چیزهای دیگه معنی میشه که از این طرح استفاده نتوانند استفاده کنند لذا خیلی لازم است همونجوری که در گزارش هم دوست من اشاره نمود که لازم هست که نهادهای غیر دولتی برای کمک به این کار جلو بیاند و این کار را برای مسلمان راحت کنند الحمدلله ما همچنین حد هم خیلی از سازمان‌ها وابسته به حضرت عیسی الله علیه مسیح صادق حسین شیرازی از چند سال این کار را برای تحصیل سطح عالی برای شیایان خصوصا جوانان و شیایان را در لکنو در حیدرآباد و در دهلی شروع کردیم البته اول کار هست خیلی باید روش کار بشه ولی ان اگر خدا توفیق داد و اهل بیت علیه السلام یاری نمودن ان شاء در آینده یک جهش بالای جهت بالای در سطح تحصیلی مسلمانان را شاهد باشیم بله سپاس گذارم از شما شیخ مصطفی عدی به هندی وکیل آیتالله لازماشی رزی در هند از لکنو